فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران فردا آغاز میشه و سازمان لیگ مدعی این فصل با تحولات جدیدی همراه خواهد بود. تیم‌ها یارگیری کردند و به اردو رفتند تا خودشون رو برای لیگ 14 که با 16 تیم کلید خواهد خورد و دو تیم تازه وارد داره آماده کنند. نفت مسجد سلیمان، پدید مشهد، ما اصلا در مشهد تیمی نداشتیم تو لیگ برتر، اونم اضافه شده. سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برای اولین بار برنامه لیگ رو یک ساله بسته. تعطیلی هم فقط روزهای فیفا. ویژگی ممتاز امسال لیگ اینه که ما یه برنامه یک ساله داریم. چیزی که سالها فقط قصد و حرفشو میشنیدیم امسال بالاخره عملی میشه. بلیت الکترونیک در آزادی قطعی است. مرغوب کار هست برای استقلال، امجدیه برای دوتا باشگاه هست، آزادی برای دوتا باشگاه هست، درفشیفر برای پرسپولیس هست، محل دوتا باشگاه هست. بازیکنان خشن و دفاعی که زیاد خطا میکنن، امسال با احتیاط تکل بزنید که کارت نگیرید. امسال سه بازی که سه تا اختیار بگیرن، بازی اول محروم میشن ولی بازی دوم همون بازیکن‌ها با دو تا اختیار محروم میشن. یعنی در واقع ما از خشونت جرایی جلوگیری کردیم. امسال سقف قرارداد دیگه مربوط به بازیکنان نبود، بلکه سازمان لیگ برای تیم‌های حاضر در رقابت‌های جام قهرمانان آسیا 18 و برای غیر آسیایی‌ها 15 میلیارد تومان سقف تعیین کرد. در این میون سه تیم بودند که از سقف بالا زدند و سازمان لیگ قراره براشون جریمه در نظر بگیره. قرارداد رو تصحیح کنه برگردونه. دو، نه این کافی نیست، بعدم پشتش اومده دو، به اعضای هر مقداری که بیشتر پول دادن، یعنی اگر مثلا فرض بگیرید باید 15 میلیارد هزینه میشده 18 میلیارد هزینه شده، یک چهارمش از عواید فوتبالی سازمان لیگ بهش نمیدن. محروم میشه هر باشگاهی از نقل و انتقالاتی که در طول لیگ میتونه داشته باشه. برای هزینه های دیگه باشگاه هم سازمان لیگ سقف بودجه تعیین کرده. برای هزینه ایام و زهاب، هزینه هتل، هزینه رفت آمد، همه اینا رو محاسبه کردیم. بله، 2.5 میلیارد هر باشگاهی میتونه، 2 تا 2.5 میلیارد در طول یک فصل، طول یک فصل هزینه بکنه. آسیایی ها 2.9 ساعت. هفته اول لیگ برتر دوره 14 پنجشنبه با مسابقه تراکتورسازی فولاد خوزستان، سبای قم ذوب‌آهن، راه آهن و استقلال تهران آغاز میشه.